درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. نمی توانیم کشته شدن بغدادی را تایید کنیم. سخنگوی سازمان ملل گفت این نهاد بین المللی نمی تواند اعتبار اظهارات آمریکا درباره کشته شدن سرکرده گروه تروریستی داعش را تایید کند. به گزارش فارس، فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت که سازمان ملل نمیتواند اعتبار اظهارات آمریکا درباره کشته شدن ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش را تایید کند و معتقدیم که چنین اطلاعاتی باید توسط طرف‌های مختلف مورد تایید قرار بگیرد. وی در این باره گفت: ما نمیتوانیم صحت این موضوع را تایید کنیم. ادموند پیتون، هماهنگ کننده تیم بازرسان سازمان ملل درباره گروه‌های تروریستی نیز گفت که این تیم نمی‌تواند کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کند، اما اظهارات آمریکایی‌ها در این باره را جدی می‌گیرد. حکم تیراندازی برای معترضان عراقی که خشونت می‌ورزند و تخریب می‌کنند. شورای امنیت ملی عراق در یک نشست فوق‌العاده بر ضرورت برخورد با افرادی که در حاشیه اعتراضات مردمی دست به خشونت و تخریب می‌زنند تأکید کرد. به گزارش ایرنا، دفتر نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد شورای امنیت ملی این کشور عصر دوشنبه در یک نشست فوق‌العاده به ریاست عادل عبدالمهدی تصمیمات لازم برای حفظ امنیت و حفاظت از جان مردم، نیروهای امنیتی و ساختمان‌ها و اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات خیابانی اتخاذ کرد. در این نشست پس از بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در تأمین امنیت تظاهر کنندگان و اموال و ساختمان‌های عمومی و خصوصی بر ضرورت انجام عملیات لازم برای برخورد قانونی با آشوب طلبان و تخریبگران که به نیروهای امنیتی، شهروندان، ساختمان‌ها و نهادهای حکومتی و حزبی حمله می‌کنند تأکید شد. سه خمپاره به پایگاه نظامیان آمریکایی در بغداد اصابت کرد. عصر روز دوشنبه سه خمپاره به سوی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در شمال بغداد شلیک شد. به گزارش فارس، شبکه خبری العربیه طی خبری اعلام کرد که سه موشک به پایگاه التاجی در شمال بغداد اصابت کرد. پایگاه التاجی که یکی از مکان‌های حضور نظامیان آمریکایی در عراق به شمار می‌آید، در 27 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. پس از آن پایگاه خبری عراق سومری نیوز به نقل از منابع امنیتی خبر داد که سه خمپاره به نزدیکی پایگاه التاجی در شمال بغداد اصابت کرده است. این منابع اضافه کرد که این حادثه در عصر روز دوشنبه اتفاق افتاده و تلفات انسانی در پی نداشته است. طی هفته‌های اخیر پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، در پایتخت این کشور و دیگر استان‌ها مورد حملات خمپاره‌ای و موشکی قرار گرفته است. رأی پارلمان عراق به تشکیل کمیته تعدیل قانون اساسی. پارلمان عراق در جلسه اخیر خود که برای بررسی خواسته‌های مردم برگزار شد، با تشکیل کمیته تعدیل قانون اساسی موافقت کرد. به گزارش ایلنا، پارلمان عراق روز گذشته با حضور 222 نماینده جلسه ویژه‌ای برای بررسی پاسخ به مطالبات معترضان برگزار کرد. نمایندگان پارلمان عراق در این جلسه انحلال تمامی شوراهای استانداری به جز استانهای واقع شده در منطقه کردستان عراق و تشکیل کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی را تصویب کردند. طبق مصوبه پارلمان عراق، کمیته متشکل از نمایندگان باید موارد نیاز برای ایجاد تغییر در قانون اساسی را بررسی کرده و ظرف 4 ماه گزارش آن را به پارلمان ارائه دهند. تیراندازی در مسجدی در فرانسه. 2 نفر زخمی شده اند. رسانه ها از وقوع تیراندازی در مسجدی در فرانسه خبر می دهند. به گزارش مهر، حساب کاربری خبرگزاری فرانسه، ساعتی پیش از شنیده شدن صدای تیراندازی در مسجدی در فرانسه خبر داد. بر اساس اعلام این خبرگزاری، پلیس یک فرد مسلح را در این ارتباط بازداشت کرده است. در این حادثه 2 نفر زخمی شده اند. تا کنون اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است. مجلس نمایندگان آمریکا روند استیصال ترامپ را به رأی می‌گذارند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز پنجشنبه مراحل بعدی برای انجام تحقیقات در خصوص استیصال ترامپ را به رأی گذارند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، با وجود تلاش‌های چندین هفته رئیس جمهور آمریکا و همحزبیان جمهوری‌خواه او برای غیرقانونی جلوه دادن روند استیصال ترامپ، اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه این هفته را جهت رأی‌گیری در خصوص مرحله بعدی تحقیقات برای استیصال ترامپ را تعیین کردند. این در حالی است که برخی از مقامات دولت آمریکا از جمله دستیار پیشین مشاور امنیت ملی این کشور روز دوشنبه از ادعای شهادت درباره اعضای کمیته مجلس نمایندگان آمریکا سر باز زد. آمریکا با حق بازی به دنبال محاصره ایران است. رئیس مجلس شورا با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکا با حق بازی به دنبال محاصره ایران است. علی لاریجانی در اجلاسیه مجاهدان در غربت در دانشگاه دامغان اظهار داشت: آمریکا در منطقه ما کشتار به راه انداخته و ماجرا می‌آفریند، چرا که به دنبال نفت و ثروت این منطقه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تروریست‌ها و تکفیری‌ها چهره غلطی را از دین نشان داده اند اضافه کرد: مجاهدان جان خود را می‌دهند که راحت خلق ایجاد شود، اما تروریست‌ها به دنبال وحشت خلق هستند. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.